گفتن چرا، من شما رو خیلی دوست دارم، ولی اون چه که در قلب من هست میخوام نشون بدم که هست، هیچ چیز نمیتونه منو پایین بیاره. گفتن که من همیشه خادم بودم، سعی کردم خدمت کنم به جامعه بشری تا اونجایی که میتونم. اگر در این راه کشته میشم شما خودتون رو ناراحت نکنید، من به آرزوم رسیدم. بهت افتخار میکنم که مستقیم بودی، استقامت کردی، جونتو دادی که جون بقیه رو نجات بدی. گنجی که به من دادی در قلبم همیشه دارم. من افسانه حبیبی از یک خانواده 5 نفره، 3 خواهر بودیم، آزیتا، افسانه که من باشم و روزیتا که خواهر کوچکترم، و هر سه تا 2 سال 2 سال با هم اختلاف سنی داریم. بار اول که بابا گرفتار شدن من 17 ساله بودم. 1358 بود که به مدت 2 ماه فکر میکنم که ایشونو بردن. تقریبا هیچ احوالی ازشون نداشتیم. اون موقع فکر میکنم با وثیقه آزاد شدن. سال 1359 ابراز کردن که احساس میکنم هر جا میرم یکی دنبالمه، یه سایه‌ای دنبالمه. بابا برای یه مدتی رفتن تهران. یک روز بابا خونه خواهرم رفته بود که یک بار از در دیوار پشت بون پاسدار میریزه تو خونه. بعد مثل اینکه 2 روز توی کاخ سعدآباد که اونجا را مثل اینکه به پاسدارا گرفته بودن، بابا اونجا بودن، بعد از 2 روز منتقل میکنن به همدان. با همه اینا که من میشنیدم که میگفتن که ممکنه ما را اعدام کنن، باز من تو دلم نمیخواستم اینو باور کنم. میگفتم که نه، اینا آزاد میشن. الان خودم فرزند دارم، دلم نمیخواد بچه هامو ترک کنم، ولی میتونم خودم رو جای پدرم بذارم، در حالی که این سالها این کارو کردم، بارها و بارها کردم. مسلماً این عزیزان فامیلشون رو خیلی دوست داشتن، همسرانشون رو خیلی دوست داشتن، بچه هاشون رو عشق میورزیدن، ولی در اون موقعیتی که به وجود اومده بود و به وجود آورده بودن، راه دیگه‌ای به غیر از این نبود. یا باید از عقیده‌ای که با جان و دل قبولش داشتن دل می‌کندن، می‌رفتن دروغ می‌گفتن به چیزی که باور ندارن و دنبال روی افرادی می‌شدن که شاید بعدها ازشون کارهای دیگه ای بخوان، یا اینکه اعدام بشین. بنابراین اعدام شدم. در واقع من فکر میکنم اینا خودشونو فدا کردن که بقیه احبا یه جور اذیت نشن. و اگر منم دنبالم میومدن همین کارو میکردم. سر عقیدم میموندم. راه دیگه ای نیست. راه دیگه ای نذاشتم. و من احساسی که دارم اینه که من اگر قرار باشه که کسی رو نظرش رو عوض کنم، بگم که تو راه اشتباهی داری میری، باهاش حرف میزنم، بهش چیزی میدم بخونه، بهش محبت میکنم، بهش دوستی میکنم که ببین تو داری اشتباه میکنی، بیا نظرتو عوض کن. ولی کار اونا درست برخلاف این بود. با زجر و شکنجه و خشونت
میخوان بگن که ما عقیدمون خوبه، شما رو میخوایم ببریم به بهشت. نه، این امکان نداره. عکسی هست که من دو تا خواهر دیگه هم هستیم. پدر من به عکاسی علاقه داشت، خیلی فوق العاده به کارهای هنری خلاقیت زیادی داشتن، عکاسی هم میکردن. این یکی از اون عکساست. مادرم جوون، پدرم خوشحال، زیر درخت یاس خونمون که این درخت رو قشنگ یادمه عکس گرفتیم. همه به دوربین نگاه میکنن، فقط منم که به پدرم دارم نگاه میکنم. خیلی این عکس رو دوست دارم. هیچ وقت احساس نکردم که من، هیچ وقت حتی فکرشو نکردم که من میتونم اون کاری که با من کردن یا با ما کردن، من برعکس با اونا انجام بدم ابدا. یادم زندان که میرفتیم مثلا با بابا صحبت میکردیم، همین میگفتن که ببخشیدشون، کاری از دست من بر نمیاد، کاری نمیتونم بکنم باشون، براشون غمگینم فقط. که چرا به جای اینکه میتونی کسی رو دوست داشته باشی، چرا انقدر خشم دارید، چرا انقدر کینه دارید، چرا به جای اینکه به دیگری کمک کنی، مهربون باشی، چرا اینقدر عصبانی هستید؟ چرا از همه چیز متنفرید؟ بعد از این سالها من هنوز نپذیرفتم که چرا باید جون یه نفر رو بگیرن که عقیدش فرق داره. رفتنشون رو دیگه چاره‌ای ندارم، نیستن. ولی اینکه چرا جون یک نفر رو اینجوری میگیرن رو نمیتونم بفهمم. یعنی از یک انسان بعید میدونم که با یک انسان دیگه این کار بکنه. نمیدونم، فضای سیاسی شاید باید عوض بشه. افرادی که دستن در کار هستن به وسیله مطبوعات، رادیو، تلویزیون، حالا هم که اینترنت، این صدا رو به مردم برسونن که این تعصبا به کسی رو به جایی نمیرسونه. هنوز هم این خشونت ها هست، هنوز هم این اذیت ها هست، شاید روشش عوض شده دیگه، الان به اون صورت نمیکشن، ولی یه مرگ تدریجی یه جور دیگه ای الان داره اتفاق میفته. با اینکه کار فرد ازش بگیرن، خونش ازش بگیرن، حق تحصیل ازش میگیرن. من حتی یادم اون موقع که تو ایران اینقدر مطبوعات و رادیو تلویزیون و این برنامه ها نبود، من مثلا این اتفاق برام میفتاد میگفتم چرا هیچکس به دادمون نمیرسه. میگم شاید کسی نمیدونه. الان که اومدم توی این کشور دارم زندگی میکنم که هر گوشه دنیا کوچکترین اتفاقی میفته، من توی اینترنت روز بعدش دارم میبینم، بازم میبینم هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ تغییری داده نمیشه. چرا؟ مردم خوابن، مردم لمس شدن، حقوق ملل چرا نمیبینه این همه ظلمو؟ هر کسی به نفع خودش فقط داره کار میکنه؟ واقعا نمیدونم.